بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. امیدوارم صحت مند باشین. ای جلسه 26 مضمون مقارنة الأديان بوده که خدمت شما به سلسله دروس گذشته ارائه میشد. البته به ادامه پاسخ و جوابات دندان شکن در مورد اظهارات مرتدین و خصوصا کامران مرزا که به اصطلاح خودش و به زعم خودش گویا به تناقضات قرآن دسترسی یافته، امور ادامه میدیم و تا اینجا رسیدیم که اونا اعتراض کرده بود که 6 روز که در قرآن کریم ذکر شده، اگر ما محاسبه کنیم اون 6 روز نمیشد و 8 روز میشد. مقدمه پاسخگویی و مقدمه جوابات را خواندیم و ادامه شد میخوانیم. حال در امون مورد بحث ادامه دارد. 2 روز نخست پیدایش، یعنی 2 روز اول پیدایش زمین، مختص به زمین نیست. در امون سوره فصلت و آیه کریمه ای را که او استناد کرده است حالا تشریح میکنیم و بعدا باز آیات را ترجمه و تفسیرش میگیم. به پیدایش تمامی آسمان ها و زمین تعلق داره، یعنی او 2 روز نخست تنها مختص به پیدایش زمین نبوده، بلکه به پیدایش تمامی آسمان ها و زمین تعلق داره، چون زمین جز مجموع عالم و یکی از اجرام آن است. واضح است که زمین هم جز امی کائنات بوده و یکی از اجرام مجموع عالم است. در آیات سوره فصلت با وضوح تمام به این مطلب اشاره شده. در آیات متبرکات سوره فصلت وضوحا و واضحا تمام، یعنی با وضاحت تمام به این مطلب اشاره شده که 2 مرحله نخستین آفرینش همزمان شامل آسمان ها و زمین است. 2 مرحله نخستین آفرینش همزمان شامل آسمان ها و زمین است، تنها مربوط زمین نیست. و 4 مرحله بعدی مختص به زمین است و بعدا 4 مرحله بعدی مخصوص زمین است. پس از آن که اراده الله تعالی، اراده الهی بر آفرینش زمین و آسمان تعلق گرفته و با آسمان ها که شامل تمامی کائنات است عطف توجه کرده است، یعنی الله تعالی عطف توجه کرده است، در 2 مرحله نخست کار آفرینش تمامی اجرام سماوی از حالت دودگونه به حالت مادی و وضعیت کنونیش انجام یافته است. یعنی در 2 مرحله نخست کار آفرینش تمامی اجرام آسمانی که مثل دود واری بودن، غبار واری بودن، دود بودن، دخان بودن، ای از او حالت دود تحول کرده و به حالت مادی در آمده، یعنی الله تعالی او را به حالت ماده ساخته است و وضعیت کنونیش انجام یافته. و در 4 مرحله بعدی زمین حالت کنونی را به خود گرفته، یعنی آسمان ها و زمین از 6 مرحله تکوینی گذشتن و به حالت کنونی در آمدن. البته مراد از یوم مرحله است، چون معنای اصلی یوم اگر این 24 ساعت گرفته یا 12 ساعت گرفته شود این معنا نمیدهد، در اون وقت یوم نبوده و بنابراین این
معنایش مرحله است، یعنی شش مرحله، شش مرحله تکوینی. حال در مورد این آیات متبرکات دقت میکنیم و تفسیرش میابیم و تشریحش خدمت شما عرض میکنیم. بیایید در برابر این آیات مبارکه کمی درنگ کنیم. میفرماید قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سوره فصلت آیات 9-12. ترجمه آیات بینات و متبرکات این است: بگو آیا به کسی که زمین را در 2 روز آفرید کفر می‌ورزید و از او انکار میکنید؟ قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و برای او هم تایان قرار میدهید و تجعلون له اندادا، همین او پروردگار جهانیان است، ذلک رب العالمین. و در آن در 4 روز بر فرازش لنگرها کوهای استوار قرار داد و خیرات و برکات زیادی در آن نهاد و مواد غذایی مورد نیاز ساکنان زمین را در آن مقدر و مشخص کرد، متناسب به نیاز نیازمندان. سپس به سوی آسمان توجه کرد در حالی که دودگونه بود، به او و زمین این در حالت دود قرار داشت، به او و زمین گفت خواسته و ناخواسته جلو آید، یعنی پیدا شوید و آفریده شوید و پدید آید، خواسته و ناخواسته، طبعا و کرهن. به طیب خاطر یعنی فرمان بردارانه جلو آمدید. قالتا اتینا طائعین، گفتن که به طیب خاطر یعنی مطیعانه و فرمان بردارانه جلو آمدیم و
یعنی پدید آمدید. پس آن را در دو روز هفت آسمان ساخت. او را در دو روز هفت آسمان ساخت. پس او هن سبع سماوات فی یومین. و در هر آسمان وحی لازمه اش را صادر فرمود. و اوحا فی کل سماء امرها. و آسمان نزدیک را با چراغ‌های یعنی ستاره‌های درخشان و تابان آراسته و محفوظ ساخته. این از تقدیر یعنی برنامه‌ریزی. تقدیر چه معنا؟ برنامه‌ریزیه. پروردگار بس دانای خیلی عزیز. ذلک تقدیر العزیز العلیم. شرح و تفسیرش چنین است. در این آیات متبرکه یکی دیگر از اعجاز علمی قرآن به گونه درخشان در جلو ما می درخشد. اعجازی که اگر در جلو هر محقق عادل و ساینسدان زیرک گذاشته شود بیدرنگ اعتراف خواهد کرد که قرآن کتاب ذاتی است که از تمامی اسرار عالم دقیقاً آگاست، بر اسرار احتوا کرده که انسان اکنون و در قرن بیستم و پس از سفر طولانی و تحقیقات عمیق علمی به حقیقت آن پی برد. یعنی فعلاً انسان به حقیقت قرآنی پی برده است. محال است انسان حقجو در برابر این آیات قرآن جسارت حرف دیگر به خود بدهد و آن را اعجاز بزرگ علمی نخواند. محال است که یک انسان حقجو وقتی آیات متبرکات می خواند و در موردش دقت می کند ناخودآگاه می گوید که بزرگترین اعجاز علمی قرآن کریم است که علم توانست بعد از 20 قرن، بعد از مدت‌ها یعنی در قرن 20 به این حقیقت آگاه شد. بیایید در برابر این آیات کمی بیشتر درنگ کنیم، یعنی دقت کنیم و به مطالب علمی و اعجاز و به مطالب علمی و به مطالب علمی و اعجاز و به مطالب علمی و اعجاز آمیز آن دقت کنید. مطالب اساسی این آیات اینها هست، یعنی تفسیر و تشریح آیات متبرکات این است. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده که به مخاطبینش بگوید، یعنی به مردم بگوید، آیا شما نسبت به ذات کفر می ورزید که آیا شما به ذات کفر می‌ورزید که زمین را در دو مرحله تکوینی آفرید؟ خلق الارض فی یومین، یعنی زمین را در دو روز، یعنی دو مرحله تکوینی آفرید و پیدا کرد. آیا برای چنین ذات همتایان قرار می دهید که او زمین را در دو مرحله تکوینی آفریده است؟ فقط او پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در چهار مرحله تکوینی دیگر از یک سو در چهار مرحله تکوینی دیگر در دو مرحله زمین ده و در چهار مرحله تکوینی دیگر که مربوط زمین می شد او مربوط تمام عالم می شد، که در چهار مرحله تکوینی دیگر از یک سو کوهای در زمین آفرید که در رابطه با زمین نقششان همان گونه است، یعنی نقش کوها و استفاده کوها در زمین و برای زمین همان گونه است که لنگرهای یک کشتی در رابطه با آن عمل می کند. همینطور که لنگرهای کشتی
نمیگذارد که کشتی از ساحل دور برود، اینمیتور زمین هم لنگرهای دارد، کوهاست و نمیگذارد که زمین لرزه بکند و زمین یعنی برای زندگی آماده نشود. متعاقب آن زمین را از خیرات و برکات زیاد مملو کرد و بعد از اینکه لنگرها را انداخت، الله تعالی یعنی کوها را خلق کرد در زمین، زمین را پر از خیرات ها و برکات کرد، از حبوبات، از میوجات، از حیوانات و از امثالش. سپس مواد مورد نیاز تمامی ساکنان زمین که او عبارت از انسان، از حیوان، از را فراهم کرد. مواد ضروری همه انسان ها و همه حیوانات را در زمین فراهم کرد و همی فعلا هم فراهم است که ما به چشم سر خود می‌بینیم. متناسب به نیاز تمامی نیازمندان، نه زیاد نه کم، متناسب که نه از گرسنگی بمیرند و نه چنان سیر شوند که او یعنی اضافه باند، نه کم نه زیاد، بلکه به اندازه لازم و ضروری. سپس به سوی آسمان توجه کرد، ثم استوى الى السماء، توجه کرد در حالی که دودگونه بود و هی دخان دودگونه بود، حالت قبل از مادر را داشت، یعنی قبل از اینکه به مادر تبدیل شود دودگونه بود، چون انرژی غیر متکاتف مانند یک انرژی که او یعنی متکاتف نباشد و جسم نداشته باشد، جسم نداشته باشد. با آسمان و زمین گفت، خواسته و ناخواسته جلب آید، یعنی پدید آید. با آسمان و زمین فرمود که طوعا و کرها بیاید، یعنی پدید آید. گفتن به طیب خاطر فرمان بردارانه جلب آمدید. قالت اتینا طائعین، گفتن به طیب خاطر و به خوش خود بیتی یک شکل که ما فرمان بردار استیم آمدید. یعنی هر دو مطابق به اراده الهی پدید آمدند و آفریده شدند. در برابر فرمان الهی سر انقیاد فرود آوردند. در برابر فرمان خداوند منقاد گردیدند. سرکشی نکردند. در برابر ضوابط مطیعند. همون ضوابط و قوانین که الله تعالی برشان وضع کرده، در برابر از او فرمان بردار هستند. خلاف او ضوابط کار نمی کنند. همان گونه آفریده شده اند که پروردگارشان خواسته است. همون تو آفریده شده که الله تعالی خواسته است. و همی آسمان ها و زمین و کائنات به کار می پردازند که از سوی پروردگار خود بر آن مأمور شدند. به اون کار که مأمور شده منظم به اون کار می پردازند. طلوع میکنه و غروب میکنه، مثلا آفتاب، مهتاب که ما به چشم سر میبینیم، منظم، هیچ تغییر و تبدیل در اون نمیاد. پس آن را در دو روز هفت آسمان ساخت، او را در دو روز هفت آسمان ساخت، یعنی در دو مرحله، در همان دو روزی که مراحل ابتدایی آفرینش زمین نیز در آن انجام یافته بود، یعنی در همون دو روزی که زمین مراحل ابتدایی آفرینشش انجام یافته بود، در همون در عین وقت مراحل آسمان را هم یعنی هفت آسمان را بزار. چون زمین یکی از اجرام سماوی است، چرا که زمین هم از جمله اجرام سماوی است، همزمان با سایر اجرام آفریده شده، همزمان هم وقت با سایر اجرام سماوی پیدا شده است. دو مرحله نخستین آفرینش شامل تمامی اجرام کائنات است. دو مرحله یعنی دو روز، دو روز اول آفرینش شامل تمامی اجرام کائنات است که زمین هم در او شامل است. در هر آسمان وحی لازمه اش را صادر کرد.
یعنی هر در هر آسمان و هر آسمان را مطابق به اراده اش معمول ساخت، یعنی مطابق اراده خود الله تعالی قسم که اراده کرده بود همو تو برش امر کرد وحی کرد که همو کار بکنه. تا چه کاری در آن انجام یابد و چه گونه انجام یابد، چه کاری در او انجام یابد و به چه ترتیب انجام شود. آسمان نزدیک را با ستاره های درخشان و تابان که به چراغ های در تاریکی شب شبیه هم آراست. آسمان دنیا را با چراغ های روشن یعنی ستارگان است مزین ساخت و از آن سقف محفوظ ساخت و از این آسمان چنان سقف ساخت که زمین را حفظ بکنند و نگذارد که مواد مضر به زمین سقوط بکنند و نحوه که هر ستاره در مدار خودش حرکت کند، طوری را ساخت هر ستاره در مدار خودش حرکت کند و با هم تصادم و از تصادم با دیگران در امان باشد تا به حال یک ستاره با دیگر ستاره تصادم نمی. این از تقدیر یعنی برنامه ریزی پروردگار بس دانای خیلی عزیز. در آفرینش آسمان ها و زمین و در مدیریت امور آن مظاهر علم و قدرت. وقتی ما آفرینش آسمان ها و زمین را می نگریم و مدیریت او را از نظر می گذاریم که چطور مدیریت می شود و مدیریت شده است، ذات را احساس می کنیم که آفریدگار، پروردگار و نگهدار آن است. سر به خود اون کار نمی کنند که در محور خود بچرخند و در مدار منظم خود حرکت بکنند، بلکه او توسط ذات اداره می شود. او خالق همه کائنات است و ضوابط و قوانین حاکم در تمامی انحای عالم و مقدرات وضع شده در آن از سوی است. این ادامه دارد و تشریح در جلسه بعدی می خوانیم. شما خسته نشوید. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.